بسم الله الرحمن الرحیم. با نام یاد خداوند بزرگ برنامه امروز آغاز میکنیم. این جانب سهیل هستم در خدمت شما عزیزا. امیدوار هستم که هفته و روزهای بسیار خوب را پشت سر گذاشته باشید و امروز روز چهارشنبه در برنامه اختصاصی با ما باشید. برنامه به صورت لایف است، اما تو که در جریان هست همگی عزیزا، ما هر هفته روزهای چهارشنبه برنامه اختصاصی داریم و مصاحبه داریم از طریق اسکایپ با دوستایی که در این مؤسسات خیریه همکاری میکنن و کمک میکنن. ما اونا را به صفحه اسکایپ دعوت میکنیم هر هفته و انشالله که معلومات را که دارن به ما میتن. و شما ایزا هر سوال را که دارین در این مورد، لاینای تلفنی که به زیر صفحه تلویزیون نوشته شده آزادانه میتونین زنگ بزنین. نمبر استودیو هم هست، نمبر وایبر و یا واتساپ هم هست. شما میتونین هر لحظه که خواسته باشین، هر سوالی که در این مورد داشته باشین، میتونین با ما تماس بگیرین و در خدمت شما ایزا هستیم. پیش از اینکه وقت شما اجازه بگیرم، یک معلومات بسیار کوتاه براتون میتونم ایضا که این مؤسسات خیریه همگی یک جا شدن، دست به یکی کردن و کمک به مردمایی که در افغانستان هستن و شرایط بدی که فعلا در افغانستان هست در مورد کرونا ویروس و یا کووید 19 که مردم در قرنطینه هستن و از خانه های خود بیرون رفته نمیتونن، این مؤسسات خیریه کمک میکنن که برای یک ماه یا کمتر یا بیشتر را مواد غذاییشان را تکمیل بسازن تا که اونا از این تشویش بیرون بیان و کسایی که مستحق هستن خدای نکرده از گشنگی تلف نشن. و ما این برنامه را به می اختصاص دادیم که شما ایزا هر وقت بتونین به این مؤسسه بپیوندین و کمک کنین. بیشتر از این وقت شما ایزا را نمیگیرم. ما مهمان برنامه را دعوت میکنیم به صفحه تلویزیون انشالله که از همین جا انشالله با شما عزیزا برنامه را ادامه میدهیم. سلام علیکم، شما برای خط هستین، بسیار خوش آمدین به بهار تیوی و سهیل تیوی. امکانش باشه شما خودم معرفی کنین برای دوستای ما و در مورد خودتان کم معلومات به افغانای عزیز ما بتین که در مورد شما هم معلومات داشته باشن. سلام، تشکر. نام من باشمای نزدیلی است. من زندگی میکنم در نوردن کالیفرنیا بی ایریا هستم. از خودتنکی اینجا در امریکا کلان شدیم. خود موزیفه ما وکیل امیگریشن میکنم 12 سال. دفتر خود در بی ایریا هست امیگریشن کارای بکنی موانا برای کارای دیگه برای امیگریشن لا کار میکنیم. بسیار خوش آمدیم، بسیار عالی. سوال ما این است که شما خودتان در بخش امیگریشن در لا امیگریشن کار میکنین، وکیل هستین و بزنس خود دارین. چی باعث شد که شما به این مؤسسات خیریه بپیوندین، همراه از اینا هم کاری کنین؟ بله، کاتی کمپین خو اول که دمی کووید 19 که شروع شده بود در بین ما آقان هم اینجن آقان هم شده ها کریم تلیم جان در ای باره میخواستن که کارا رو پیش ببرن که آقان رو جمع کنیم و آقان در افغانستان که تشویش شدیم با کووید 19 ما میخواستن که چطور کمک برای آقان ما برستن. من مازد میخوایم هم پارس میگم، هم پشتو میگم، هم انگلیسی هر یک در یک دیگه گپ که بزنم باز میخوان که من هم این اینفرمیشن برای همه گیرس و خوبتر برست. نه بله، راحت باشم. کسا که هم میده بین ارگانیزیشن ها پانیدش با نانپاپر ارگانیزیشن بیزنسان ها کسا که بیزنس دارن کمیونیتی لیدرز نانپاپر ارگانیزیشن ها کنیم و یک بشنیم که ما میخوانیم که هم اینجنت برای اوانا بسیار عالی، بسیار خوب است. برای ما میتونین گفته که تا به حال چقدر کمک جمع‌آوری شده و چند فامیل شما کمک کردین تا فعلا دمی ماهی که گذشت یا ماهی که گذشت در افغانستان؟ میگه وقت برای گوز بود چوارلس سوا کسان رو پارا و مگه وقت گو پانیش رو گو یوزم شد داره در پاکتیم یک لگ بیست دار من نفر کنیم که جمع کنیم. بله،
کمپین ما بود، گول ما بود. حالا فعلا سمگا جمکری در که پندی نویز داره 95,000 برای گولیز از اپ تودی انشالله ما ارزا داریم که 25,000 دیگه جمع کنیم که کمک میکنیم بکنیم. کمک ما میخواستیم برای 14 اصلی اول میخواستیم که بعد 12 ساعت نفر فامیلا 12 ساعت فامیلا کمک برسد. بله همین که میدید که برای یک ماه ما میخواستیم که برای یک فامیل برای یک ماه برای شان آرد چوان بره روغن همین چیزا که کار باشن که برای یک ماه باشن بتیم که از خانه نبرن از خاطر که همون مردم ها در افغانستان که بسیار کمک کار دارن خانه نمیتونم براین بسیار مشکل میتونم از خاطر که اکسپوژر برای کووید 19 زیادتر میتونم پرزوی ما بود که برای 12 تا پیمون بکنیم مگمات امون دولا باقیم کنیم و 14 تا نفر ارزوی ما که کمک برشان برسم حالی فیل به امروز 95 هزار جمع کردیم گول ما هسته 1,200,000 بسیار عالی. در کدام شهرهای افغانستان شما کمک کردین فعلا و چند فامیل فعلا کمک رسیده برشان در این وقتا؟ شما که آن بیشن کردیم برای شما میدیدیم ما که میال اینجا بیشن کردیم در یک چند منطقه در کابل، در جلال آباد، در غزنی دو جایی که ما کردیم در سری جلال آباد، در اوتسکرت جلال آباد ما دیستریبیوشن کردیم در چاری اصاب، نورت آف کابل شیخان و چاری بود در جلال آباد سری پال ما کردیم این افت دیستریبیوشن کردیم این شهر انشالا اشتون دیستریبیوشن میکنیم در هرات. بدون این هرات حالی فعلا ما 1,700 فامیل کمک رسیده گول ما دیگه برای 1,400 فامیل برای یک ماه کمک برشون برسه. بسیار عالی، فعلا برای 1,700 فامیل کمک رسیده و انشالله که باقی مانده عظیمی 1,400 فامیل را که شما در نظر گرفتین و امو 1,200,000 دلار شما در نظر دارین گولتان هست که بخیر به او برسین و از او 25,000 دلار دیگه فعلا باقی هست که عیزا باید کمک کنن و امی مؤسسات بتونن به می گول خود برسن و امو فامیل های عیزی که در حساب کووید 19 هستن برشون رسیدگی شود. خب برای ما میتونین گفته که تا به حال امی عیزایی که کمک نکردن و بعضی عیزایی که اعتبار ندارن به سر از این مؤسسه ها چی رقم اعتبار کنن به این مؤسسه ها؟ چون در سابق پول ها خورده شده، پول ها را تلویزیون ها، بعضی از تلویزیون ها البته اونا به جیب زدن، مردم اعتبارشان از دست دادن اکثرا و چی کنیم که باید اعتبار اینا حاصل شود و بفهمن که اینمی پول به اونمو مستحقین و مستضعفین میرسه و امو اونا کمک میشن؟ هر وقت از پیش ما قیصه میخواهیم، ما هر وقت فکر بکنیم که این ارگانیزیشن این نفر ترست وردی هست و ما میخواد که در این سیب رو کنیم از خودت بسیار میگیم از کسا بکنم که در دور ما این کمپنی ها کی هست و چطور میشن. I think the first and foremost important thing in any organization is integrity, trust, and history of individuals giving back to the community. This organization is comprised of individuals that have given to Afghans and also to Afghans both in the United States and in Afghanistan for decades. Unconditionally. Every single person who is a part of this campaign, every organization that's a part of this campaign, have been dedicating their time, their resources, and their personal funds to support this grand effort. I think this is one of the first times in history, if I might say, that a coalition of so many different nonprofits, business leaders, businesses that have reputable reputation not only in the African community, but in the whole in the business community, in the American community, in Afghanistan. And these are wholehearted individuals that we can go through the organizations. There are about 19 organizations, nonprofits, and none of them are Afghan organizations. Some of them are doing amazing work in Afghanistan with orphanages that have years of experience and years of trust behind them. So
The best way to learn about the campaign is we have activecovid.org. We also have Instagram, we have Facebook. The best way for the distribution to work at in. Detailed documentation academy, I can help you. کساکس داره ببینن اگه میخواییم که کدام فرمون رو کمک کردیم کجا رسیده و کسی رسیده کل این انفرمیشن کامل بیدیم چند هسته هر تو پوارد از نیفوس از اتایه در افیر پوکنی تیم پر سپورت ورکیم کابلیس از بیرو سایت دلاشتیم بیرو ویب سایت و بیرو فیسبوک چول اکسیم چول انفرمیشن و پتو پایده دیو بیرد نورم کارو و نیفوسی کابلیس از بیرد بسیار عالی. میتونین که در فیسبوک هم دوستا ایزا سلام احترامات خدمت شما ایزا برسه، امیدوار هستم که برنامه را از طریق فیسبوک خودتان دوستا شیر کنین، چرا که اکثر ایزایی که در خارج از امریکا و اروپا و اینجا هستن جادو باکس اگر نداشته باشن بتونن برنامه را در تلفن های خود در فیسبوک تماشا کنن و به ما بپیوندن و به همگی شما ایزا سلام و احترامات تقدیم میشه. ایس صافی جان به فارسی به پشتو البته سلام های خود به شما تقدیم کردن، تشکر کردن از شما و گفتن که ماشاءالله. درست است، درست است، مشکل نیست، راحت باشین. دوست های زیادی که در فیسبوک هستین، آقای آدم عزیز گفتین که It's impossible to pay charity for any organization. They are not going to give them all the amount. خب بله، شما هم راست میگین آقای عزیز محترم، به خاطر از اینکه در سابق این مشکلات زیاد بود، در تلویزیون ها پولا را میگرفتن نمیدادن، این پولا را کمک نمیکردن بر از اونا، حتی اکثرا که شما میگین یک مقدارش برشان میرسید، متاسفانه بعضی وقتا هیچ مقداری هم برشان نمیرسید و امیدوار هستم که شما عزیزا وبسایتی را که ما به زیر صفحه گذاشتیم afghancovid19.org شما داخل وبسایت شوین، معلومات بکنین، خداوند برای همگی ما شما یک مغز و یا بهتر بگویم یک عقل بسیار خوب بد داده که ما مغز ما در سر ما هست و میتونیم که حال در این تکنولوژی امروزی ما میتونیم خوب و بد تشخیص بدیم، میتونیم راست و دروغ افشا بکنیم. درست است، قبلا سابقا مردم زیاد از تکنولوژی استفاده کرده نمیتونستن، سلفونا، گوگل ها، اینترنت ها اینا نبود، هر کاری که میکردن همه چیز مخفیانه میموند، امروزه همه چیز آشکار است. شما اگر ببینید در اواخر اگر در افغانستان اتفاق میفته در قات کوه هستن یک نفر شکنجه میتونه، وقت سلفونا فلم برداری میشه و روان میشه تمام سوشال میدیا پخش میشه، همگی میبینن. ببینین از مغز و فکر خود باید استفاده بکنیم، ببینیم پول به کی میتیم، به کجا میتیم. همین مؤسسات خیریه اینا همگی لایسنس دارن و می کار دستبیکی کردن و کمک هایی را میکنن. حتی میتونین در افغانستان برین معلومات کنین، برین نفر پشتشان روان کنین، ببینین، تحقیق کنین. بهتر از ایست که بخواین مثلا منفی فکر کنین، بیاین که کار مثبت شروع بکنیم، منفی رو پس کنیم، به خاطر که فعلا امروزه مردم های افغانستان به می کمک ضرورت دارن. باز اگر زیادتر باور کرده نمیتونیم، زحمت بکشین، بیاین داخل مؤسسه شوین، بیاین خودتان ولنتر بشین، خودتان کار بکنین، خودتان زحمت بکشین، ببینین که همین پولا میرسه نمیرسه، بعد از او باز میتونین که یک نظری خود بگوین که این پولا میرسه یا نمیرسه. خب میبخشن، من میخواستم اتبارا که گفت بگیرم از خاطری که بله بفرمایید اتبار و همه گی که کدی این اورگانیزیشن ها که در بین آمدن کمک کردن، ماه رمضان است، خداوند دعا میکنیم، نماز میکنیم، روزه میگیریم، همه گی که در این اورگانیزیشن ها، نفر ها، اندیویجوالز، بزنس ها، همه گی که در این کارا شریک شدن با دل خود همشون کار میکنن. اگر بتن سینی سوال جان که حالی کلی چیزا آسان است که داکیومنتیشن بکنیم، هر چی که تا که ما می جایا را پیدا میکنیم که کجا دیستریبیوشن رو میکنیم، چطور دیستریبیوشن رو میکنیم، کدام کارا رو میکنیم، همین کلی چیزا داکیومنت ها شده. کسا یگان وقت میگه که
د یک ولایت په کلی د یو ولایت د ولایت کوم مردم افغانستان غریبا کومک کار دارن. ما نمیتونیم بگیم که غریبا یک جای زیادتر کومک کار دارن از دیگر. همی سیستم که ما داریم چطور کدام سایت ما میگیم که دیستریبیوشن میکنیم چطور رو میگیم رو کلی چیزا ما داکیمنت کنیم. او همیدر ارگانیزمیشن که ما خود ما بگیم ما خود ما بیادم نزدیم رو ریزمت در یعوانا کنیم و خود ما این کارا با دل و پاکی و با آنستی کنیم. اگر نفرات پیش ما برای غلام فری جان کازم تنین همی کلی ما تا جنوال بر ما وان نمی کسا که در باین شریف جیان تمام شب روز مسئول ستاری کل ما که می کدیم این کارا رو ما نمی تانیم که پر کنیم. شما می خواهیم گپ تانسه ایست که گپ زدن نسان است. اگر می خواهیم که چی کدیم چی برا کدیم چی دیدیم بیاییم در باین ببینیم که ما چطور کارا رو می کش می بریم. بله بله راست میگن واقعا نظریات شما بسیار خوب بود، صحبت های بسیار خوبی. دوستان میبخشین که ما کیبورد ما به حساب فارسی کمک مشکلات داشتیم. ما خانم محترمه اسپوژمی را به جی نوشته کردیم. اگر جی میایه مذرت ما را بپذیرین دیگه، چون ما به فارسی نوشتش کردیم به او خاطر. خب سوال بعدی ما ایست که دوستا و عزیزایی که در افغانستان همراه شما همکاری میکنن، کمک میکنن، چی رقم مردم هستن اونا را چطور همراه شما؟ سوال بعدی بود که دوستا و عزیزایی که در افغانستان همراه شما والنتیر شدن و کمکتان میکنن که در اونجا همراهتان کار کنن، اینا را چی رقم پیدا کردین و چی رقم مردم های هستن؟ واقعا هانست هستن، کمک میکنن، یعنی اعتبار دارین؟ امی چی چیز هست برای ما تعریف کنین کمک. So the poor work distribution in the sites and the funding, one of that is controlled by those who are winning the campaign here in the United States. So the way that it works is we find a location که کسا میرن با مسجد یا با گیا میرن که کدام فامیل کمک کار دارن. یک دفعه که ما پیدا کرده باشیم که کدام فامیل ها در جای باشد در جلال آباد یا کابل یا هرات یا کندهار، باز مو نامایش جمع میکنیم از طرف reliable sources. یک دفعه که مو رکدیم با دازو همی دیستریبیشن که میکنیم همی وندر کمپنات آمد رنج و بکوان چیز داره که پیشش میگیریم همی دکان ها چیز ها حتی ها کار میکنیم. باز هم والنچی ها که هست کنی که کنی ها از این که میفرست و اونجا زیادتر کسا در افغانستان ارگنیزیشن ها دارن و کافه دارن. There's a lot of orphanages that a lot of people work with, so everything is documented with the individuals. So the distribution of the funds and the food and all that is primarily here in the United States, and the communication is done as a matter of نمونه برشان میگیریم تیکت برای کدام فامیل دیستریبیوشن رو میگیریم. از او خاطر داکیومنتیشن از very 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 important. اگر سوال تان کنه باشم امی کور فاندینگ و دیستریبیوشن و پرچیسینگ را دان و نگوشیتد فرام دی کور لیدرشپ گروپ هیر ویت پیپل دت دیدنت هاف یو نو هاد کانکتد این د پاست. اوکی سوال بعدی ما ای است که در آینده هم همی کمک ها ادامه داره یا ای بر یک بار است؟ نه، من هم که با آینده ما اول گفتم که اول دفعه در هیستوری هست که یک زیاد افغان ها ارگانیزیشن ها اگر نان پرافیت باشه، اگر بزنس ها باشه، اگر اندیویجوال لیدرشپ باشه یک جای شده. آرزوی ماست که حالی فعلا گول ماست یک در 120,000 گول ماست در 95,000 گول کردیم. انشاءالله ما میخوایم که increases کنیم از خاطر که the need is very great. We're never going to be able to meet the need. So
Once we reach this goal, then we can go to phase two and continue with the raising more funds to reach more individuals that need help. As we are quarantined here, people are all quarantined in Afghanistan. So the more time that is going by and people are not able to make a livelihood, the situation is going to get more and more dire in Afghanistan. So that's why more than ever, we need to just continue the funding and the support and the volunteering as we go. But right now the goal is 120,000. اوکی می صدای مسیج ها فکر میکنم براتون مسیج میایه صدا سایلنت میشه صدایشان به خاطر که در برنامه صدا باز اذیت میکنم بیننده ها را براتون به خیال مسیج میایه یک صدای زنگ هست نه؟ رنگتون هست صدایش میایه اونمور اگه سایلنت کرده بتونیم خوب بهتر میشه خب خب از اسکایپ میایه براتون مسیج؟ نه از تکس مسیج میدم کنیش دوست لاین تشکنم خب تکس مسیج در سلفون هست؟ نه در کمپیوتر در کمپیوتر خب اوکی خیلی این حالا اگر نه اگر حالا سایلن کنیم با صدای ما رو نمیشنیم ما صدای شما رو نمیداشته باشیم ات اوکی خیر باشه خب از کدام طریق مردم میتونن امرای شما کمک کنن از کدام طریق میتونن پول بفرستن به شما Well, the website, africancovid.org, the Facebook, there are contact information on your personal like to volunteer for them. Your contact information, you will ask that you turn your involved in. Groups that are in marketing, the distribution, the operation, the finances, the fundraising. اگر شما اینترست به این مرزو داریم میتونیم که به سکایپ چی ببخشیم به ویب سایت میتونیم به فیسبوک هم میتونیم ویب سایت ما africancovid19.org به فیسبوک هم هستیم میتونیم که مسیج بکنیم اگر میخوایم که با پیچیر بکنیم زیادتر اکسپیرینس با فایننس داشته باشیم با فانریزینگ داشته باشیم با پابلیک ریلیشن داشته باشیم خوبتر میشه از خاطر که این کارا که ما میخواییم برای آنستان بکنیم و همه رسیدی که آوانا بکنیم بعد کنیم و مرجع شاییم هر چی که مشکلات ما اینجا داریم بله چند مشکلات ها برای آوانا ما اونجا زیادتر هست بله راست میگن واقعا درست است در اینجا هر چی که مشکلات هست گرچه که مشکلات هست اما حداقلش این است که دولت اینجا یک مقدار پول را برای مردم کمک کرده مثلا دولت اینجا یک 1200 دلار حداقل امو کمپانی تکس یا IRS به حساب بر مردم بر غذایشان یک چیزشان بر هر کس یک چک فرستاده یا در اکانتشان دپازیت کرده اما در افغانستان ما همیره نداریم متاسفانه دولت ما اصلا به مردم کمک نمیکنن و در فکر امو کارای خود هستن در امو سیاست جنگ خود پیش میرن و از شکم مردم خبر ندارن واقعیتش و اگر خبرم داشته باشن دل نمیسوزانن پس به می خاطر است که تمام این ارگانیزیشن ها مؤسسات یک جای شدن و کوشش دارن که 1400 فامیل در اونجا در تمام شهرهای افغانستان هر جایی که فقیر نشین هست کمک کنن خرچ یک ماهیشان برشان برسانن تا که اونا از گرسنگی به امان باشن به حساب اکثر مردم در اونجا بسیار تشویش دارن استرس میکنن و بسیاری دست به خودکشی هم زدن حتی که چرا که نتونستن غذا تهیه کنن کار خود از دست دادن و اولاد خود پیشولی خود نمیتونن دیده که گشنگی بکشه و میرن او کار هم میکنن البته انشالله که خداوند در این ثوابش همگی از را شریک بسازه و یک روز شوه که مردم افغانستان بیای امریکا را کمک کنن نه مردم امریکا افغانستان انشالله خب خانم نصیری صاحب شما اگر کدام صحبت دارین در مورد همین مؤسسات معلومات بیشتری دارین حرفایی دارین که گفته نشده میتونین صحبت کنین در آخر برنامه چرا که ما باید یک دوست دیگه ماست از افغانستان از کابل همچنان اونا رو به اسکایپ میاریم امید که اونا سحری خود خورده باشن و مزاحم سحری خوردنشان نشیم در کابل و باز همراه از اونا هم برنامه همچنان داریم صحبت های. شما اگر در آخر برنامه کدام گفتنی دارین، صحبت دارین، برنامه تلویزیون در اختیارتان است بفرمایید. زیبا پتر،
هم په فارسی هم په انګلیسي. دا مهم دا مشکلات پښتنه دي موږ افغانانو دا هم د هر لارې نه د بمو لارې نه د جنګو لارې نه د سویسای بامنګ ته دا اوس کووېټین په هیسټوري کې دومره مشکلات په افغانانو باندې نه ده. په مخکې وختونو کې به چمار ویلی چې دغه ارګنایزیشن سره کار نه کوم، دغه سره نه کوم، دوی کوم خبرې ډېرې وې. د ما ارزوده چې دا خبرې وس باسي تا کومک ورسیږي که غواړي چې څوک د زړونه افغانانو ته افغانستان ته کومک ورسي په هر ولایت کې د سیمې چې کابل یا پښتانه یا فارسیوان یا دره هېڅ په دغه کولیشن چې موږ جوړ کړي دي په دغه خبرې نه سم دا زموږ ارزو ده چې هغه کسان چې کور کې بند دي افغان نه شي کولی دوی ته کومکونه ورسیږي. د زړو په پاکو د سختو میاشتو کې د روژه کې او موږ نه پوهېږو چې دغه کووېټین چې په کومه وخت کې ورسیږي. ما ارزو دارم یادار خارا جان که ما میخواستم بگویم که همه وقتا که ما هر وقت در گفت هایی که میبین که برای ارگنیزیشن خوب نیست فلانی تو فلانی تو پیسه اینجا رفت اینجا رفت مو وقتی بود گفت ها نیست در وانتان هم مشکلات های کوبینتین هست هم همی سورسای بامینگ هست جنگ هست حکومت ما بکنیتان برای این مردم های بیچاره کمک نمیتون بیسه. من برای ما کمک کردن اینجا در امریکا هستیم بود داریم اینجا پیسا اکسپرینس و چیزا داریم که ما برای افغانستان کمک نستم. هر نمو باید که به این وامیت بکنه که دونیشن بکنه که دونیشن بلانچ که فیس بوک و واتسای چه ما کنیم دونیشن هسته که میخواییم دونیشن خدا کنیم ما دو عرضه بکنیم کنیم یک لکه بزرگ بول ما کنیم. اگر اعتماد نداشته باشه عبدت هم زیاد است و میخوای که پرکت به یک جا بود که شما پسان از کسی انجینر و فدا پسای دیگر از Brothers and sisters, you guys wanted to say that this is a difficult time in Afghanistan and all over the world is facing COVID-19. Right. But add another layer of hardship in Afghanistan, the suicide bombing, the 4 years of war, the poverty, the destruction, the heartache of the thing. So what I'm saying is that as Afghans, we need to put aside our differences, whether you don't support an organization or a person because you're part of it. Make sense, you know, God gave us the opportunity to be able to give back. And there are many of us dedicated day and night during the month of Ramadan trying to raise money to help the poor, the needy, the desperate. Especially those who have no means, we want to prevent them from going out and working minimal jobs and getting COVID-19 exposure and then bringing it back to the family. Afghanistan does not have the infrastructure, the support, the finances to be able to deal with a pandemic the size of COVID-19. So I would like to end with saying, if you truly want to volunteer, you have expertise and experience that you think you can bring to the table, please contact us through our website or through our Facebook page. If you want to make a contribution and you have any questions for the leaders to clarify before you make your donations, we are an open book. We are here to serve Afghans and a group of 1920 individuals in our province coalitions, including Afghans and non-Afghans who are dedicated to this cause. So I hope that you will take today or tomorrow, the next few days during the month of Ramadan that's ending, inshallah, and make a donation and make an extensive amount of بسیار تشکر از شما که دعوت ما را پذیرفتین. در آینده هم اگر درباره بزنس خودتان، چون شما یک خانم بسیار محترمه هستین که بر افغان ها هم خدمت میکنین، مربوط به امیگریشن میشه، مربوط به مشکلات سیتیزنشپ و گرین کارت ها و اینای مردم میشن در افغانستان هم کمک، اگر برنامه خواسته باشین حتما تلویزیون در اختیار شما هم هست، باز همراهتون صحبت میکنیم، اگر همکاری لازم باشه همراه هم دیگه همکاری خواهیم کرد. سلامت باشین، بر شما هم همچنان روز خوش براتون میخواهیم. خدا حافظ شما. سلام علیکم. سلامت. خب دوستا و ایزا، مصاحبه بود همراه خانم محترمه اسپوژ منصیری که اینا هم وکیل امیگریشن بودن و همی که در این مؤسسات خیریه همراه
مؤسسات دیگر دست به یکی کردن برای کمک به تمام مستضعفین که در افغانستان هستند و کووید 19 مجبور هستند به خاطر کووید 19 در منزل خود باشند، کار نکنند و غذای برایشان تهیه شوه. اینا هم یکی از ولنتری های اونا بودن. خب ما یک مهمان دیگه دارم که باید از افغانستان، از کابل اونا را به اسکایپ بیارم. یک 10-15 دقیقه امکان داره که طول بکشه که ما همراه از اونا وصل شوم. خدا کنه که اینترنتشان درست باشه، صدا درست باشه و دوباره باز برمیگردم به این برنامه همراه شما عزیزا. پیش از این که ما به این برنامه ختم بتون به این برنامه همین لحظه ما تا که اونا را به اسکایپ بیاریم، یک مورد را در مورد خانم محترمه که شما اکثرا اعلاناتشان در اینجا در برنامه ما میشنوین، در تلویزیون های بهار و ساحل تی وی میبینین. سلام علیکم، شما برای خط هستین، بفرمایید. بله سلام علیکم. سلام علیکم، خوب هستین؟ شما خوب هستین؟ سلام خوب خیلی تشکر، سلامت باشین. شما خوب هستین؟ شکر سلام بخواه. شما جا ما سوال نداشتیم کشتر ما توجه شدیم نرم برنامه شما را دیدم که در اوچه یک محترم شما محترم شما خواسته بودی مهمان شما بود. بله نامه که دیدیم نوشته بود روز یک رقم هم تو بابا چی شدم که بسا هم شما بود که سپاجمایی بداره محترم سپاجمایی نسیری. بله بله بله، سپاجمایی نسیری است. متاسفانه ما به جی نوشتهش کردیم در فارسی نظر به ما میفهمم. بله گفتید ما میکنه که شاید همیشه دیگه هم باشه کمو اصلاح شما بله، به خاطر که اینجا جی در کیبورد انگلیسی بسیار کوشش کردم نداد برام جی را. آها این فامیل ما اما اول همی همی کشم ما باید دادن شما چیزا که اسم رو برش با شما رو داری همی تو چی نو کنیم مثلا ای آم هست که استفاده میشن یکی اسپاجمایی اسپاجمایی بله علیف و علمیت هم علیف و چی دادن میشن و همو جیش همی جیم که نوشته کنیم جیز. آه ما با حساب برما یا دو سلامت باشین، خداحافظ شما. خدا میبخشین که ما صدای ما قطع شده بوده. امیال بر ما تکس مسیج آمد که صدا ندارین. دوست از ما بر ما که زنگ زدن در مورد اسپیل خانم اسپوجمای بود که گفتن متاسفانه امیال متوجه شدن که صدای ما قطع است. خدا کنه که حالا بشنوین صدا را دوباره مأمور هستید. دوست ما زنگ زده بودن در مورد اسپوجمای دی بالا که ما به جی نوشته کردیم برشان اکسپلین کردم، گفتن که الف نام اسپوجمای میه جی میه. او را ما میفهمم دوست عزیز. الف به پشتو اگر نوشته کنین که کل متن اگر بخواین به پشتو نوشته کنین درست است، گپ شما صحیح است که باید الف نمانی اسپوجمای نوشته کنی، اما چون ما این کل از این رو به دری نوشته کردیم به فارسی و الف میایدش الف اس اس مثلا استدیو استدیو مثلا اگه در پشتو نوشتهش کنی استدیو باید نوشتهش کنی که الف ایج نداشته باشه سین ت واو یو دی معنی من تا اگر به فارسیش نوشته کنی الف با سین با تی دی یو میای استدیو میشه. به می رقم اسپوجمای تنها چیزش که غلط از اینجا جی که سه نقطه باید داشته باشه. متاسفانه کیبوردهای ما اینجا انگلیسی سمگی
و در کیبورد کامپیوتر نمیتونیم که هرچی ما کوشش کردم که جی را درش اد کنم جی را نداد برام جی میداد و ما مجبور شدم جی نشتا کردم دیگه ایرا همه گیزاد البته در جریان هستن مشکلات کیبورد انگلیسی است و همچنان در مورد خانم آریانا صحبت میکردیم آریانا سوید خانمی که بسیار پرتلاش، پرکار، زحمتکش هستند و واقعا در بزنس خود بسیار پیشرفت کردن الحمدلله و بسیار شیرینی های خوبه در به منزله شما ارائه کردن به مغازه های ارائه کردن خانم بلقیس جان که صاحب شیرینی بابای آریانا سویت هست و شما اعلاناتش از طریق تلویزیون بهار و ساحل تیوی تماشا میکنین همیشه اعلانات بهار اعلانات آریانا سویت که تمام کیک و کلچه و شیر پیره و خجور حتی برنج زعفرانی و دیگه شیرینی بابا و یا شکلات بابایی را که اونها تولید میکنن در همینجا و به تمام مغازه های افغانی در سراسر امریکا توزیع میکنن و انشالله که ما یک ویدیو کلپ از اونها هم داریم برای ما آمده یک مصاحبه هست ایره براتون به نشر میرسانم ایره تماشا کنین و یکی دو ویدیو کلپ هم از همین مؤسسات خیریه هست ایره هم تماشا کنین تا ای که ما وصل میشم به اسکایپ در کابل ما دوست دیگه خدا در این وقت سحری از آن صبح منتظر گذاشتیم تا با اونا بپیوندیم و برنامه را هنوز ادامه داره انشاءالله که با ما باشین و فراموش نکنین که ما باید بسیار قدردانی کنیم از همه تو خانمایی که واقعا در عرصه بزنس زحمت میکشن و بزنس میکنن بسیار زیاد باعث افتخار ماست و از این دوست ما معذرت میخواهیم که در تلفن همراه ما به لایف بود درباره اسپیلینگ همی خانم اسپوجمه صحبت میکردیم ما صدا نداشتیم متاسفانه نیفهم چرا ما اکسار اینجا دانلود کرده رفتیم و صدا قطع شده معذرت میخوایم خب از قصد نبوده پس ما میرم آماده میشیم دوباره برمیگردیم با ما باشیم هلال عید را در کنج ابروی تو میبینم مبارک باد بر تو عید و بر من دیدن رویت عید رمضان که یک مناسبت مذهبی و یک سنت پسندیده ماست و هر سال بعد از ختم ماه رمضان مسلمانان این روز را جشن میگیرند متاسفانه امسال در قرنطینه کرونایی مصادف نموده است که انشالله با قبول طاعات و عبادات مردم مسلمان و سایر ادیان این مشکل حل خواهد شد مردم ما چه در داخل و چه در بیرون مرز از این روز با در نظر داشته عنعنات پسندیده تجلیل به عمل می آورند و با عزیزان و خویشاوندان مراودت می نمایند و سفره‌هایشان رنگین با شیرینی می باشد کلچه و کیک در سفره عیاد از قدیم الایام معمول است و در خارج کشور که افغان ها سالهای قبل مهاجر شده بودند همیشه آرزوی خوراکهای افغانی از جمله میوه‌جات خشک و تازه را داشتند و تهیه و ترتیب آن نیز مشکل بود زیرا در خارج مصروفیت های کاری اجازه پخت و پز بیشتر را نمیدن خوشبختانه در ایالت کالیفرنیای امریکا با همت یک خانم مستعد و پرکار و پرتلاش و با احساس افغان این آرزو برآورده شد و باید گفت که زن نقش سترگ در جامعه بشری دارد چه در داخل و چه در دیار اجرت و یقیناً که زن یا مادر با یک دست گهواره و با دست دیگر چرخ زندگی را به حرکت می آورد اگر از تعصب کنار برویم زن نقش بالاتر از مرد را در جامعه دارد البته در عرصه های مختلف و مردها همه زاده و تربیه شده زن ها هستند زن قشر فعال جامعه بشری است که دوش و دوش مردها فعالیت میکند و بخصوص زن افغان که با وجود سنت های مقید جامعه ما توانستند در عرصه های مختلف خدمات قابل ملاحظه ای را انجام دهند یکی از این خانم های فعال و برازنده خانم تجارت پیشه مشهور محبوب و دوست داشتنی در بین افغان های عزیز که در سرتاسر ایالات متحده ای امریکا از شهرت خاص برخوردار هستند و نام بزنسشان یعنی آریانا سویت نام آشنا و بزنس با شهرت بسیار مثبت است محترمه بلقیس جان زرابی است
که با شوهر مرحومش صدیق سرابی یک جا سالهای قبل در ایالت کالیفرنیای ایالات متحده آمریکا کار تجارت یا بزنس را شروع کردند و توانستند که در پهلوی تهیه انواع و اقسام شیرنی‌باب و سایر خوراکها همه ارگانیک یا طبیعی از افغانستان تهیه کرده و در خدمت مشتریان قرار می‌دادند و می‌دهند. در پهلوی این بزنس یا تجارت رستوران، خبازی و خوراک فروشی افغان را تأسیس و با عرضه ده‌ها قلم مواد خوراکه از قبیل کیک، کلچه، رود، بغلاوه، خجور و همچنان میوه‌جات خشک افغانی که همه پیداوار وطن هستند و نیز عبوبات و برنج و سایر نیازمندی های افغانان را امین نموده و می نماید. بانو بلقیس زرابی بعد از وفات شوهر مرحومش محترم صدیق زرابی نیز توانست با همت والایش این بزنس را ادامه و به اوج آن برساند و همه مغازه های افغانی در سرتاسر ایالات متحده آمریکا و شمول ایالت ویرجینیای آمریکا خوراکه های افغانی را از این مرجع برایشان تامین می نماید. و باید با صراحت و با افتخار یادآور شد که خانم بلقیس زرابی سالانه غرض کمک به بینوایان و هموطنان مستضعف ما یک مقدار پول از طریق مؤسسه خیریه جناب خالد حسینی به وطنداران ما کمک میکنند که واقعا این سخاوتشان نیز قابل تمجید است. سعی، تلاش و صداقت در کار تجارت بانو بلقیس زرابی مرا واداشت تا نکات چند در مورد شخصیت بانو زرابی و همچنان موفقیتشان در مورد بزنسشان که سالهاست وطنداران ما را در شرق غرب کمک میکنه تهیه و خدمت شما تقدیم کنم. امیدوار هستم بانو زرابی عزیز با من در تماس شود تا در صورت امکان مصاحبه رو در رو یا حداقل از طریق تلفن یا اسکایپ با ایشان داشته باشم. زن است که تاریخ جهان میسازد، شهکار شگفت جاودان میسازد، با دانش خود روید به سوی افلان دنیای دیگر و کاروان میسازد. با امید موفقیت های بیشتر بانو بلقیس زرابی در امور شخصی و رسمی شد. نظیر از این کریمی، خبرنگار آزاد، ایالت ویرجینیای آمریکا. Let's go.
خدا یار گرنجی دامد آمد در سرزمین خست.